نکتارهای طبیعی شفا ضامن سلامتی شما. تشکر از تمویل کننده های برنامه افطاری و تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. عزیزان، نوبت رسیده به مهمان دوم برنامه ما که دعوتشان میکنیم. یکی از کسایی که تجارب زیاد در عرصه شهرسازی و زراعت دارن و در این عرصه ها خدمات زیاد برای کشور انجام دادن، آقای حمید هلمندی، مشاور رئیس جمهور در امور زراعت و انکشاف را به برنامه خوش آمدید میگیم. السلام علیکم. من دیزیم. پیش داشت شرایط خلاصه. سلام علیکم. خوش آمدید. بفرمایید. خوشحاله یوچینن المندی سے لدان سر لرو دوستان لکسنگ چی ایدی جانی تاستو ویل المندی سے مجد حیوات دیر مبتکر فعال او دیر شایستا شخصیت تی او شده چی دیگ پربنی للار سخا مج نور هم لدوی سر معرفی سو المندی سے در روجی مبارک میاش پا خیر تیر اسوالا بخیر الحمدلله شایستا روجا و دیشن روجا و از خاطرالله دی روجی پا برکت سر تا مشکلات چه وطن که سخت و تلاج دا مشکلات را تحل کی بالا نسن دی پات دا خلاص است بالا او خلاص بس خو خو تلاج دا دوستان و دعاوی قبولی کی چدا امین امین سچ مشکلات چه وطن که صحیح لرو که سیاسی لرو دا حل شل خیر انشاءالله امین عربی را چه وطن کی امین امین دیر علی المندی سی پپیل کی غواړو چی زموږ لیدون کی زیاتره لتا سره آشنا سی پوهیږي ما کسانو چې د نږدې څخه له تاسو سره کار کړی دی هغوی تاسو په ټوله معنا پیژني ستاسو د کار او فعالیت په اړه، خو غواړو چې ټول خلک ستاسو باره کې نوره معلومات ترلاسه کړي. که په لنډه توګه خپل د ژوند په اړه موږ ته ووایاست، چیرې زیږیدلي یاست، تحصیلاتو په اړه، او بیا چیرې مهاجر شولاست، او څومره موده کېږي چې بیرته د بیا افغانستان ته راغلاست؟ تشکر دا چې ماته وخت راکوي، ډېره مننه. زه په کردار کې زیږېدلی یم. زموږ فامیل حسن هلمند دی، زموږ فامیل په هلمندیانو باندې مشهوره دی، خو زیږېدلی کندهار کې یم. نو بیا مې خپل درس په کندهار کې خلاص کړی او خپل عالي تحصیلات مې په څلوېښت کاله مخکې په ماسټري په هند کې خلاص وویل، او بیا هغه نه دغه افغانستان ته راغلم. څو کاله افغانستان کې وم، بیا تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي په امریکې کې یم. او امریکې کې مې بیا هلته شهرسازي وویل، او په شهرسازي کې مې جواز درلود. وری مې څو کوچني شارګوټي جوړ کړل چې دغه شارګوټو په خاطر کالیفورنیا یو سړک زما په نامه کړی په کالیفورنیا کې، ځکه چې هغوی ته مې ډېر خدمتونه وکړل. خو دا مو هر وخت ارمان و چې چیر غټ شولو، چا وروزلو او د چا په درد وخوړلو. نو دا مو هر وخت هغه ارمان و چې بیرته وطن ته راسو او هغه کار چې هلته مو کړی دلته وکړو. ما به شما افتخار میکنیم و خدا را شکر که دوباره به وطن برگشتین و حالا در وطن کار میکنین. ما درباره شهرک عینومینه قندهار بسیار شنیدیم، ولی متاسفانه ما تا حالا از نزدیک ندیدیم این شهرک را، ولی عکسایش هم دیدیم و از دوستا درباره زیاد شنیدیم. میشه که شما بگین که نقش شما در اعمار این شهرک چی بوده و همچنان قسمی که ما خبر داریم طراح شهرک شما بودین، مفکوری از این چطور آمده؟ مشکل وقتی که پس هر افغان وطن میای، باز اگر زود داشته می داشته باشه که چی کنه در مملکت خود. مشکلاتی که شاری که دیدیم در شارای پیلان داریم، مثل مشکلاتی که در کابل داریم، ایراد داریم. ما اول خواستیم که از کابل شروع کنیم، ولی در کابل دو وقت با مشکلاتی که داشتیم نتانستیم از دست چمتلم همی خواستیم شروع کنیم، ولی اون وقت مشکلاتی امنیتی بود نتانستیم. باز رفتیم کندهار و اونجا شهر جور کنیم که مشکلاتی که فعلا شهر افغانستان داره به او نباشه. پس از نگاه امنیتی، از نگاه پاکی، از نگاه آب باران که فعلا ما شما شاهدش هستیم، از نگاه که سرسبزی فعلا سیکو مقبول کابل که بود ولی وجود نداره، از خاطر که سبززی خود از دست داده. سبززی رو چطور بیاریم و چطور میتونیم که مردم و بسیار آسانی از یک نقطه به دیگر نقطه بره، مثل که در کابل امروز از یک نقطه به دیگر نقطه رفتن یک مشکل کلان است. دیگه مسئله مهمی که بود او مسئله آب است، که آب زندگی است. ما با آبهای خود بسیار بهرمانه رفتار میکنیم. یعنی شما میبینید امروز
آبای زیرزمینی کابل بالکل خراب شده، یک سرمایه ملی ما شما بودن. بگم ما اونجا اولین پروژه هستن در افغانستان، عدد شاد منطقه که سیستم بدرفت دارن که ما آب تصفیه میکنیم، از آب پس استفاده میکنیم. دوم دفعه حالا پروگرام داریم که بخیر اگر سه دفعه از آب استفاده کنیم که بتانیم آب زیاد کم نکنیم. مثل که امروز کابل با یک مشکل کلان مواجه هستن که آبای زیرزمینی خود هم خراب کرده هم از دست داده. بله دوستانو، لکه څنګه چې مخکې د عینومینې د ښارګوټي په اړه موږ وږغېدلو، هلمندي صاحب او عادیجان هم یاد کړي، عادیجان تشویمه کوو انشاءالله چې داسې ورځ به هم راځي چې تاسو عینومینې ته لاړ شئ او ته چکر ووهئ، بیا به یې هغه ښکلا د نږدې څخه وګورئ چې بیل خوند لري. عینومینه یو ډېر معیاري ښارګوټی دی په کندهار کې دوستانو، چې د ټول افغانستان لپاره یو ډېر ښه نمونه او مثال کیدای سي. هلمندي صاحب، د عینومینې ښارګوټي جوړول نورو انجینرانو ته، ښاروالانو ته او نورو سرمایه ګزارانو ته څه پیغام درلودای سي، او د کومو تجربو څخه خلک کولای سي چې استفاده وکړي؟ ما څو وارې د ګرد افغانستان ښاروالان بوتلله، هلته چې ورته وښیم وغوی بالکل اریان سول چې موږ ولې خارج ته ځو، خو موږ لږ مشکلات دلې ګرد در حل سي وي. کوم مشکلات چې په ښارو کې شته، لکه مخکې چې مو اشاره ورته وکړله، شنګیاد و بدرفت اوبه دي و د باران اوبه دي و رابطه د ښار ده، ښکلا د ښار ده، هغه ګرد په هغه ځای کې مطرح شوی یو ښار. او نو هغوی دغه ډېر زده کړله، اوس هم د اکثر ښاروالانو سره د ګرد افغانستان زه په تماس کې یم، هوار وخت مې ورته ویلي زه ستاسو خدمت کې یم، بیل کوم امتیاز څخه هر مشکل چې لري ماته واضح کړي، زه کولی شم چې هغه د طرحې کړم، هغه مشکلات درته حل کړم. ځکه چې او ژوندی مثال هلته موږ ولې لرو، الحمدلله چې نن په هغه ځای کې هغه انجینران تربیه کړله چې په دغه مسایلو کې ډېر توانمند او ډېر بااستعداد ځوانان دي. یعنی نن د اوبو مسله په باران کې، که تاسو عینومینې ته ولاړ شئ چې هر څومره سخت باران وي، هلته د اوبو مشکل نشته لکه کابل کې لرو. هلته د ښکلا هغه منطقه بالکل یو دشت و، هر چا فکر کاوه وخت کې چې ما له پروژه شروع کړله، دوی فکر کول هلمندی لیولی دي، مغز خراب دي، دا ښار دا ځای وګوره، دا دشت وګوره، ښار وګوره. نن الحمدلله دي هلته د یو میلیون څخه زیات درختې هلته وجود لري، اکثره درختې هم د کلفورنیا نه راوړي دي، ډېر ښکلا ښار پیدا کړی. یعنی هلمندي صاحب، که افغانان تصمیم ونیسي هر کار کولی سي. الحمدلله افغانان کوم استعداد چې لري بالکل، زه خو بالکل ناامید نیم در وطن آبادیم. بر شما موفقیت آرزو میکنیم و تشکر از این کار بزرگی که انجام دادین. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. میریم با زندگی یکی از قهرمانا آشنا میشیم. نامم فریده است، همسر میراج، شهید میراج دین. وقتی که تابوتش اولین کس که علاقت خودم بودم، اولین شخص بودم که سر صندوق شهلا کدم، سر جزا کدن شدم. اولین چیزی که برش گفتم شهیدیت مبارک باشه، گفتم خوشحال حال ما که تو شهید شدی، یعنی اقل تو افتخار اولادای خود هستی. یک وقت اولادای تکو سرش افتخار میکنم که تو بخاطر خاک، بخاطر وطن خود شهید شدی. ارمانش نمی بود، می گفت ای خداوند مرا اول بچای ما خداوند نیک ساله برم کلان کنه، رامین دکتر شود، دوم بر شما پیسه دار شم خانه می گرم که از خانه کرایه زیری خلاص شد. اسم است حسنا، پدرم پدرم اسم میراج الدین. پدرم بسیار آدم خوب بود، وقتی خانه می آمد ما را نوازش می کرد. و هیچ کالا نداریم، وقتی که پدرم بود با ما کالا می کرد.
دورد و تبدل شد. بقیه خوش بود میدید ما دور از نصف نرمال دورد و تبدل شد. هیچ کس نان آور نیست، صرف خودم خانه‌کاری هم میکنم، شاروالی هم کار کردیم، هر کار میکنم. دفتن این تقریبا سه ماه شد که جای کار نیست. بخدا هر جای کلاگی میگه قرنطیس، کس خانه خود نمیمانه کسی را. دوستا ما قصه یک قهرمان دیگر، قصه شهید معراج الدین دیدیم و حال همسرشان خانم فریده با ما در استودیو هستن. خواهر جان شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه. بخیر باشی. خوش باشید. بخیر باشین. ما از دیدن این قصه شما و خانوادیتان قلبا نراحت شدیم و از تای قلبتان دعا میکنیم خداوند به شما صبر نصیب بکنه و جای شهید جنت فردوس باشه. بخیر باشین. و به خاطر حمایت از شما و خانوادیتان، هموطنان عزیز و خیرخواه ما، تجار ملی و هموطنان خیراندیش ما یک مبلغ پولی را ارسال کردند که دوستا پولی را که ما برای دو خانواده در برنامه مساعدت و همدردی افطاری جمع کردیم 425,174 افغانی، 3,310 دلار، 356 یورو و 100 دلار استرالیایی است که سهم خانم فریده از این پول 212,587 افغانی، 1,655 دلار، همچنان 50 دلار استرالیایی و 178 یورو میشه. و حالا ما این پول را به آقای هلمندی میتونم تا به خواهر ما هدیه بکنند. وقت ما هم خلاص ده صاحب میروانی وکی. تشکر. آقای هلمندی هم مقدار را بالایشان اضافه میکنن و تقدیم میکنن به این خانواده و آرزو داریم که این خانواده به خوبی از این پول استفاده کنن. و این هم کوپون غذایی شش ماه از طرف بنیاد شهید احمد چا مسعود. بفرمایید مادر جان. مادر جان تشکر. بخیر باشه. دوستا وقفه داریم، دوباره زود برمیگردیم. دوستانو بیا هم شرق لاست د افطاری یا روژمات خبرونی ته. نن از موج میلمه شغله حمید هلمندی د پرختیا او کرنی په برخه کې د ولسمشر سلاکار دی. هلمندی سی مخ کې موج د شهیدانو د کورنۍ د ژوند کیسې ولیدلې او موج تاسو په منځ کې خبرې هم سره وکړلې چې تاسو هم په تنقید باندې کې خپل پلار له لاسه ورکړی وو. څومره سخت ده چې کله چې یو څوک خپل د کورنۍ یو ډیر عزیز او ګران غړی له لاسه ورکوي او په داسې شرایطو کې په داسې وخت کې څه ته ضرورت لري؟ زه فکر کوم در هر څه هغه مینه او محبت ډیر ضرورت لري. تر هر څه یو انسان فکر کوي چې زه به خپل ژوند لرم، خپل ځان به فامیل جوړوم او آینده ژوند به جلا بیایم. یو دم ږغ در باندې ځي چې پلار دې را درڅه ځي او ګرم مسؤلیت ستا په غاړه کې لویږي. یو دم د نولس کالو ځوان یې، یو دم پلار کېږي، یو دم ګرم مسؤلیت اخلي چې هېڅ تصور یې نه کوي. هغه خوب خیالونه چې ته لري، زه خپله امریکن یونیورسټي کې خپل پی ایچ ډي دپاره مې سکالرشپ اخیستی وو پس ماسټر ډیګري څخه. یعنی زما پروګرام دا و، ټکټ مې هم راغلی و، روان وم امریکې ته د خپل پی ایچ ډي دپاره. وخت چې دا ږغ وسو پی ایچ ډي پاته سوله، ژوند ته بالکل بل تغیر ورکول سو. واقعا زه پوهیږم چې ایتیم بودن څومره رنج دی او خدای دې داسې ورځ راولي چې دا بدبختي د وطن څخه ورکه سي. الله پاک چې سلو او امنیت ودې وطن ته راولي چې بالا ایتمال په دې وطن کې ونه وینو. تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ما خوشحال هستیم که امروز توانستیم در برنامه سی خانواده را داشته باشیم و حالا میریم با خانواده شهید عبدالبشیر آشنا میشیم. اسمم مارینا، خانم بشیر، بشیر شهید. بشیر در میدان هوایی بود، پنج سال شد که در چی میدان هوایی وظیفه داشت. در هر ولایت در وظیفه می رفت که 15 روز بعد، 20 روز بعد خانه می آمد، دو ماه بعد خانه می آمد. دو روز، سه روز که خانه می آمد با پس می خیست می رفت. نگر اون وقتی که رفت یک ماه نامده بود خانه.
که با شهید چه شهیدی شوردن. انتحاری دوستم که آمد، انتحاری دوستم شهید شد. ما در سید خیل زندگی میکنیم، در این سید خیل زندگی میکنیم، در خانه خسرم یک دانه خانه داشتیم، خانه خردک، خانه ما خردود. ما 2-3 سال پیش از بشیر زنده بود که جای ما بسیار مشکل بود، اشتکای بیشتر شد، اشتکای جای ما تنگ شد. اوزی آمدیم خانه بچه کاکا خسرم، میجا ما 2000 کرا گرفته میشی جا آمدیم. بچه کاکا خسرم در کابل خانه داشت، او جا پایید ما جا آمدیم. گفت که یک خانم بیکار باشه، خب یه شما باشینه، ما 2000 بامه بته بیه شما باشی. کجا جایتان مشکل است، ایجا آمدیم. انسان خوب بود دیگه، انسان خوب بود که کسی آقا در آق نداریم، وزیفهش میرفت، یا پس میخیست، میامد. دیگه نیم. اولادش دوست داشتیم، بچه خوردم که در نه استش نشده بود. دو بچه هم بودن که دوستشان داشت، بچه شام دوست داشت، دخترش هم دوست داشت، جانش اشتکایش برابر بود. اون روز که اشتکایش زنگ زد که کلش گپ زد، ما بچه این 15 روز دیگه پورشن، یک ماه پورشن، 15 روز دیگه پورشن میخواستیم خانه میایم. تو 3 بجه وال شهیدش آمد. وضعیت زندگی ما دیگه نمی باید پیسه شهیدی شکر می تند دیگه نمی سر چه پیخه دیگه میشه می چلانه می بیاک سختی حالا 7 تا 8 تک باشه پوشاکش خوراکش چیزی عادت نداشته زمین ندارم ملک ندارم این میه خانه کرایش نشین هستم دوستا پول و کمک که در برنامه پول و کمک خانواده سوم در برنامه افطاری امروز به دست میارن 212587 افغانی 1655 دلار 178 یورو و 50 دلار استرالیایی است همچنان کارت کمک مواد غذایی برای 6 ماه از طرف بنیاد شهید احمد شاه مسعود و حالا ما این پول و این کارت به آقای حمید هلمندی مشاور رئیس جمهور میتونم تا با دستان خود به خواهر ما هدیه بکنند تشکر از خودتون تشکر از خودتون من کارتون بخیر باشی خدا جان دوستت مادر جان بر شما سلامتی آرزو میکنیم و امروز یاد همسرتون گرامی میداریم سلام باشیم سلام خود برسه خداوند شهادتشان قبول بکنه سلامت باشه او ډیره مننه کوم د شاغلی هلمندی څخه چې نن یې برخه واخیسته د دې کومک او مرستی په برخه کې او ان شاء الله رجمات به هم زموږ سره له خیر سره هلمندی صاحب رجمات ته هم دومره زیات وخت پات نه دی یوازې څو شیبې پات دی دوستانو اوس یې بلنده د ملرو له دمی څخه وروسته بیرته راګرځو عزیزا بازم خوش آمدین به افطاری و مهمان خوب ما آقای حمید هلمندی مشاور رئیس جمهور در امور زراعت و انکشاف به ما هستند و ما آمدیم دور میز افطاری و سفره افطاری جمع شدیم مجنون جان هم رسید و غذا را روی سفره و میز چینده اگر این رقم غذای لذیذ و خوشرنگ و خوشمزه جور میکنی که ما ادامه بتیم روزه را هم یک چند ماه دیگه هم بگیریم دو ماه کمی بود خب میشد المندی سے مجنون جان په خبر نه وچتا سره راځي کنه یو شش لومبه مې تاسو ته جوړی کړی وای بس هر شي دا هر شي او دا شي ورته دی کټ کوري ودان فایل اجر دکې ګرمونه ګرمونه سلامات اوسه مجنون جان دا څه شي کباب دی دا چکن تندوری سا سوپ ترکاری مکس است یک قرمه مکس ترکاری هم آماده ساختیم به خاطر اینکه ازی که روزا به آخر رسیده به خیر که یک ذره یک نونای سبک بعد بخوره خب ترکاری که بسیار فایده داره دیگه ترکاری مکس است از سوپ هم سالند شم بسیار تشکر عزیزم مجموع عزیز همیشه غذایت لذیذ بوده در وقت با استفاده سره یوازې څو شیبې پاتې دی ورو جماعت ته غواړم د هلمندی صاحب څخه وپوښتم چې خپل د کورنۍ په اړه مشته وایې چې په کورنۍ کې څو تنه یاست زه څلور اولاد لرم ګرده ماشاءالله خپل کارو دي غټن سوي دي زما مشر لور
هلت امریکی که کشنی شبخانه لری انو ارزوی میخبرنات رو بزنس لری و در سولر بزنس لری در سولران او کورون جوری از ما لاره تاکیب کرده ماشالله دیره خداوند به خیر کلانشان کنه و به کارشان برکت بندازه طاعت و عبادت همه شما قبول روزه و نماز شما قبول باشه و تشکر میکنیم از مهمان خوب ما آقای حمید هلمندی که دعوت ما را پذیرفتند و به افطاری مهمان ما شدن سلامت باشین هلمندی سیم تشکر شما زنده باشین اشتیاق خوب برتون میخوایم شش اشتیاق ولی نوش جان مستسیم تشکر و تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز روزهای آخر ماه مبارک رمضان است امیدی را دارم که در دعاهایتان وطن و هموطنان عزیز ما را فراموش نکنیم همتان را به خداوند یکتا امانت میکنیم شبتان بخیر باشه موسیقی